میریم برای موضوع درس دوممون که حال هست. حال تعریفش رو دقت کنید، گفتیم کلمه‌ای است اغلب مفرد مشتق منصوب نکره. این ویژگی حال مفرد هست. حال ما دو نوع داریم، یه حال ما حال مفرد هست، یک حالم حال جمله ای هست که جلوتر بهش خواهیم رسید. حال مفرد این ویژگی ها رو داره که اغلبم حال به همین شکل میاد، حالی که مفرد باشه به صورت مشتق میاد، منصوب میاد، نکره میاد، مشتق میاد، منصوب میاد، نکره میاد. این ویژگی حال هست. خب یک به یک من توضیح بدم یعنی چی. وقتی میگیم حال مفرد است یعنی یک عدد اسم بیشتر نیست. میتواند اون یک عدد اسم به صورت مثنا و جمع هم بیاد. به عبارت دیگر وقتی میگیم حال مفرد است یعنی به صورت جمله نیامده است، نه جمله فعلیه نه جمله اسمیه، فقط یک عدد اسم یا تک اسم هستش. اما مشتق در نظام جدید خود واژه‌اش رفته کنار. اما شما یه تقسیم بندی داشتی تو عربی ده و بعدم عربی 11 که میگفتن اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، این تو چیزا رو مطرح میکرد. خب وقتی میگه مشتق یعنی بیشتر حال ساختار اسم فاعلی یا اسم مفعولی دارد. اغلب حال ویژگیش این است که یا به شکل اسم فاعل آمده است یا به شکل اسم مفعول آمده است. اسم فاعل اسم مفعول در ثلاثی مجرد بر وزن فاعل و مفعول میاد، مثل کاتب و مکتوب، قاتل و مقتول. در ثلاثی مزید هم ساختار اسم فاعل این گونه است. حرف اولش با من مشهدی شروع میشه، مشهدی ها به من میگن مو، به آب میگن او، به گاو میگن گو، اینطوری. پس حرف اولش با مو شروع میشه، عین الفعلش یا حرکت قبل آخرش کسره یا یه هستش. مثلا میگید که مسلم، محسن، مرید، مجیب، اینا اسم فاعلن. در ثلاثی مزیدم چی؟ باز با مو شروع میشه، میم ضمه دار، قبل آخرش یا عین الفعلش فتحه یا الفه، مثل منظم، مربع، مراد، مجاب، اینا اسم مفعولن. پس اغلب حال یا ساختار اسم فاعلی دارد یا ساختار اسم مفعولی داره. حالا یک کلمه دیگه هم هست که به عنوان صفت مشبه میگن، این واژه رو شما ندارید، وزناش من به شما خواهم گفت که این وزنا هم میتونه حال بیاد. پس یادتون باشه حال بیشتر ساختار اسم فاعلی یا اسم مفعولی داره که بهش میگم مشتق. منصوبم که وضعیتش مشخصه به لحاظ حرکتی. نکرم که دیگه شما آشنایی دارید، یعنی پس به صورت معرفه آورده نمیشود. خب که حالت و چگونگی صاحب حال، حالت و چگونگی صاحب حال که نام دیگه چیه بچه ها؟ ذوالحال هست. صاحب حال یا ذوالحال رو بیان میکنه. و صاحب حال معمولا به صورت معرفه، به صورت معرفه میاد، به صورت معرفه خواهد اومد. معمولا این گونه هستش. صاحب حال هم پس معرفه است. خب این از تعریف حال. حالا اقسام حال. حال به سه شکل میاد. اقسام حال یا به شکل مفرد هست یا به شکل جمله اسمیه هست یا به شکل جمله فعلیه هستش. جمله فعلیه. پس شکلی که میاد یا حالت مفرد رو داره یا حالت جمله اسمیه رو داره یا حالت جمله فعلیه رو داره. حال به این سه شکل میاد. منظور از حال مفرد که گفتیم یعنی به صورت جمله نیست، نه فعلیه نه اسمیه. خب مثالشو نگاه کن. گفته که جا الرجل راکب بر وزن فاعل. گفتیم ساختار اسم فاعلی داره. خب مشتق هست، منصوب هست، نکره هست، این میشه حال مفرد.
که به صورت جمله‌ای هم نیومده. صاحب این حالم کیه؟ رجل هست. ار رجل که به صورت معرفه هم آمده. درست شد؟ خب حالا جا رجل و راکبن رو به شما دادن، میگن این حالتو به صورت جمله اسمیه در بیار. تا اینجای جمله رو اگه نگاه کنید نوشته شده جا رجل، این جا رجلی که اینجا هست در اینجا هم اومده. خب یه واو اومده، اگه میخوایم جمله حالی از نوع اسمیه درست بکنیم، بعد از صاحب حالمون یک واو میاریم، اسم اون واو رو میذاریم واو حالیه. واو حالیه بعد از اون واو حالیه عمدتاً جمله حالی از نوع اسمیه یک ضمیر میاد. پس بعد از واو اگر ضمیر دیدید، اون ضمیر با کلمه بعدش، اون ضمیر با کلمه بعدش میشه جمله حالیه. جمله حالیه از نوع اسمیه. پس چی شد برای جمله حالیه از نوع اسمیه؟ بله، گفت مشتق فرمودن چی است؟ مشتق چون گفتیم تو نظام جدید شما ندارید، ولی بیاد داشته باشید که ساختارهای اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، اینا رو که شما در کتاب، اسم مبالغت، اسم تفصیل، اینها رو میگن مشتق ها، و حال این قالب ها رو میپذیره. بیشتر هم گفتیم ساختار اسم فاعلی و اسم مفعولی دارد. حال بیشتر ساختارش یا شکل شمایلش یا ساختار اسم فاعلی است، چه مجرد چه مزید، یا ساختار اسم مفعولی است، چه مجرد چه مزید. این مراد از مشتق هستش. بله، مشخص شد بامداد؟ بله، مشتق گفتیم. وقتی میگیم مشتق یعنی بیشتر ساختار اسم فاعل یا اسم مفعول رو داره. اسم فاعل اسم مفعوله که بچه ها میدونید دیگه، الان من توضیح دادم مفصل دیگه. تو ثلاثی مجرد بر وزن فاعل اسم فاعل، بر وزن مفعول اسم مفعول، تو ثلاثی مزید هم که گفتم به چه ساخته میشه. منظور از مشتق اینه، یعنی این ساختارا رو داره. خیلی خوب، پس حال مفرد اشاره شد که مشتق منصوب نکره. خواستیم حال مفردمون رو به صورت حال جمله اسمیه در بیاریم. تا جا رجل رو نوشتیم، یک واو لازم داریم به نام واو حالیه که بعد از صاحب حال میاریم. یه ضمیر میاد، تو کتاب نظام جدید این شکل آورده، گفته اگه بعد از واو ضمیر دیدید، اون ضمیر با کلمه بعدش میشه جمله حالیه از نوع اسمیه. حالا اینکه منصوب محلن اینا رو مهم نیست دیگه برای شما، چون ندارید این موارد رو. این شد حال جمله اسمیه. حالا به شما میگن که حالتون رو به صورت جمله فعلیه در بیارید. خب باز تا اینجا جمله رو می نویسیم. جا الرجل مثل مورد بالا، جا الرجل نوشته میشه. خب حالا چیکار کنیم؟ بعد از صاحب حالمون که همون الرجل باشه، یک فعل میاریم. یک فعل میاریم. اینجا ما یک فعل آوردیم. اینم فعل. این میشه جمله حالیه از نوع فعلیه. جمله حالیه از نوع فعلیه. خب چرا ما این فعل رو جمله حالیه گرفتیم؟ چون بعد از اسم معرفه آمده. نکته خواهیم داشت دیگه، جلوتر بهش خواهیم پرداخت که جمله‌ای که بعد از اسم معرفه میاد بهش جمله حالیه میگن، چه از نوع اسمیه باشه که تکلیفش معینه، واو دارید، بعد ضمیر دارید، بعد اون کلمه میشه جمله حالیه، و چه جمله فعلیه باشه، فعلی که بعد از اسم معرفتون میاد اونم به عنوان جمله حالیه از نوع فعلیه در نظر میگیریم. خب اینم از این. و اینجا هم باز فعل ماضی شو من آوردم، قدرکه، و بذارید با اون رنگی که برای اون قرار دادیم اینجا هم اینو قرارش بدیم. این واو که واو حالیه است، واو حالیه، این قدرکه هم میشه جمله حالیه از نوع جمله حالیه هست جمله حالیه از نوع فعلیه. اینم
به این شکل برای این اون منصوب معلن کاری بهش نداشته باشید. خب پس یک بار دیگه بچه ها، اقسام حال یا مفرد است، منظور از مفرد گفتیم چیه؟ یعنی به شکل جمله اسمیه و فعلی نیامده باشه، یک عدد اسم بیشتر نباشه. راکب بر وزن فاعل، مشتق هست، منصوب هست، نکره هست، شد حال. الرجل هم صاحب حاله، چون گفتیم صاحب حال به صورت معرفه میاد. میخوایم حال مفردمون رو به صورت جمله در بیاریم. تا جا الرجل مینیسیم، یک واو میاریم به عنوان واو حالیه، یه ضمیر میاریم مطابق با صاحب حالمون، رجل مفرد مذکره هو رو میاریم و راکبن بالا رو میاریم پایین، میکنیم راکبون، جمله حالیه از نوع اسمیه شد. این شد جمله حالیه از نوع اسمیه که حتما بعد از واو حالیه میاد. اما جمله حالیه از نوع فعلیه، یه فعلی که بعد از اسم معرفه میاد بهش جمله حالیه میگن از نوع فعلیه که در دو مثال مشخص کردیم. حالا بریم سراغ نکته هامون. واو حالیه اغلب بر سر جمله اسمیه در می آید و بر سر جمله فعلیه در نخواهد آمد. اینو خوب دقت کنین بچه ها. واو حالیه بر سر جمله اسمیه در میاد، بر سر جمله فعلیه هرگز در نمیاد. یعنی اگر شما بعد از واو فعل دیدید، اون فعل جمله حالیه نخواهد بود از نوع فعلیه. هرگز جمله حالیه از نوع فعلیه قبلش واو حالیه نمیپذیرد، مگر اینکه واسطه بینشون بیاد که حالا اشاره خواهم کرد. خب اینجا هم گفتیم پس واو حالیه اغلب بر سر جمله اسمیه در میاد مثل اینجا، بر سر جمله فعلی اصلا در نمیاد مثل اینجا، مگر اینکه میانشان واسطه ای قرار بگیره. این واسطه میتونه قد باشه، لم باشه، لما باشه. مثل اینجا نگاه کنید، قد رکبه الان فعله. خب یک واسطه ای این واو حالیه است، این قد اومد و بنابراین ایرادی پیدا نکرد. این قد که اومد قرار گرفت، یه واسطه بین واوتون و فعل قرار گرفت. اینجا میتونید واو حالیه رو بیارید، اما مستقیما اگه میگفت جا الرجل و یرکبو غلطه، یا اگه میگفت جا الرجل و رکبه غلط بود. هرگز واو حالیه بر سر جمله فعلیه در نمیاد. اگه بعد از واو فعل دیدید، هرگز اون فعل رو جمله حالیه نگیرید و اون واوم واو حالیه نیست. اینم از این نکته. و نکته ترجمه ای گفتیم که حال در ترجمه فارسی با این واژه ها مشخص میشه. میتونید از واژه که استفاده کنید، یا در حالی که، یا با، یا الف و نون، یا الف. مشخص از اینا میتونید استفاده بکنید. یعنی تو زبان فارسی اینها میتونن نشانه حال باشن. مثلا فرید خندان، خندان الف نون گرفت. با شتاب از واژه با استفاده کرد، به منزل رفت و آب گوارا الف استفاده کرد. اینا نشانه ها هستن در زبان فارسی که اینها حال هستن. اگه بخوایم برگردان عربی بکنید، این واژگان رو باید به صورت حال در بیارید با مشخصه ای که اشاره کردید. این تا اینجا در ارتباط با این موضوع. اما بریم سراغ یکی دو تا نکته دیگه. نکته اول گفته که کلمه وحده، بچه‌ها کلمه وحده که همراه ضمیر میاد، یا همچنین کلمه واحدن و کلمه قائلن، اینا اگه در یک جایی تو جمله دیدید میتونن نقش حال رو داشته باشن. اینا میتونن حال باشن. مثالاشو ببین. رأیت رئیس وحده، الان وحده حاله. البست هم لباس الهر واحدن، واحد بر وزن فاعل، اینم حاله. جا ان الرجل قائلن، قائل بر وزن فاعل، حال هست. پس این کلمات رو در جمله اگر دیدید میتونن نقش حال رو داشته باشن. وحده لا شریک له، وحده الان حال هستش. و نکته بعدی، حال با صاحب حال خود در نوع و عدد، در نوع و عدد. خیلی مهمه این بچه ها، چون خیلی وقتا میگن که ما حال رو پیدا کردیم، صاحب حال رو چگونه پیدا کنیم؟ اولا که میدونید صاحب حال قبل از حال میاد.
بعد باید تو این دو ویژگی با هم مطابقت داشته باشن، یعنی تو نوع جنسشون و عددشون و تعدادشون تو این دو مورد باید مطابقت. سری میره تو جمله دو تا کلمه پیدا میکنی که در نوع و عدد مثل هم باشن، او اولیش میشه صاحب حال، دومیش میشه چی؟ حال. اینم یکی از نشانهایی که برای که حال و صاحب حال رو پیدا بکنید. خب حال با صاحب حال خود در نوع و عدد مطابقت دارن و نقش صاحب حال در جمله چی میتونه باشه؟ صاحب حال تو جمله یا نقش فاعلی داره یا نقش نایب فاعلی داره یا نقش مفعول رو تو جمله میتونه بپذیره. پس صاحب حال خودش نقش نیست، تو جمله نقشش معین میشه که کدام یک از ایناست. و صاحب حال میتونه به شکل اسم ظاهر، ضمیر بارز یا ضمیر مستتر بیاد. این سهالت رو صاحب حال میتونه داشته باشه، چون صاحب حال وقتی میگیم نقش فاعل رو دارد، فاعل رو که از قدیم میدونید به سه شکل میومد دیگه، یا به شکل اسم ظاهره یا به شکل ضمیر بارزه یا به شکل ضمیر مستتر. اشاره کردن که صاحب حال چون کتاب گفته نیاز نیست، لازم است یاد بگیریم. بچه ها ببینید، حتما یاد بگیرید. یک مطلب کوچکه دیگه، صاحب حال یه ویژگی داره، یه تعریف داره، بدونید بد نیست، چون به دردمون میخوره برای تعیین حال که گفتیم الان در نوع و عدد با هم مطابقت دارن. اینجا میتونه به ما کمک کنه که مثلا این حال صاحب حال دو تا کلمه پیدا کردیم در نوع و عدد مثل هم، اینجا میتونه کمک کنه. از طرفی ما همیشه نگران این هستیم که هر جایی که در کتاب توضیح داده میشود که آقا این لازم نیست، یه مرتبه می تو امتحان اومد، آقا این لازم نیست، یه مرتبه این تو امتحان کنکور اومد. پس بنابراین چون اختلاف است بین مؤلفین کتاب و بین طراحان کنکور یا حتی طراحان امتحان نهایی اختلافاتی وجود دارد و این یکی میخواد یکی دیگر رو به قول معروف خرابش بکنه، و میبینید که به موضوعاتی پرداخته میشه که حتی در کتاب هم گفته که آقا اینا ضروری نیست، گفته نشود، مطرح نمیشود، این تو چیزا. شما مبنا رو بر این بذارید که من این یک کلمه رو یاد بگیرم، چه بسا بیاد از دستشون در بره بیاد. همچنان که قبلا گفتم اینجا کشوریست به نام، بگید بچه ها، به نام، بفرستید برام، آفرین ایران، اینجا کشوریست به نام ایران. بسیار خب، صاحب حال پس به صورت اسم ظاهر، ضمیر بارز، ضمیر مستتر میاد. یک به یک براتون مثال میزنیم. ابتعد الرجل، الان رجل صاحب حال دیگه، صاحب حال گفتیم معرفه است. اینجا به چه شکل اومده بچه ها؟ به شکل اسم ظاهر اومده صاحب حال به صورت اسم ظاهر. مسرعنم، مسرعنم که چیه؟ حال هست، مسرع به عنوان حال در نظر گرفته میشود. خب در مثال دوم، لا تهینو ای واوه، لا تهزنو این واوه، اینا میتونن چی باشن؟ اینا صاحب حالن، بسه ضمیر بارز اومده، بسه ضمیر بارز اومده و مشخصه. این طرف هم که جمله خالی همون هستش دیگه، این هم انتم، انتم الاعلون، بعد از واو عالیه اومده میشه جمله خالیه. این هم از این. اما نوع سوم، اطالبو وقف یختبو. الان در اینجا یختبو جمله حالیه است از نوع فعلیه، بعد به شما میگن صاحب حال اینو پیدا کن، آیا طالب رو بگیریم یا نه چیز دیگری. حتما توجه داشته باشید بچه ها، صاحب حال آنی است که به حال نزدیکتر باشد، به حال نزدیکتر باشد. خب طالب یه فاصله گرفته ازش، اما وقفه اومده، وقفه فعله، هر فعلی فاعلی داره برای خودش. فاعل وقفه چیه؟ هوه مستتره، هوه مستتر، یه هویه که پنهانه توی این وقفه، اینجا پنهان شده، این میتونه چی باشه بچه ها؟ صاحب حال باشه. پس صاحب حال توی این عبارت طالب نیست، بهتر است که آنی که به حالتون نزدیک تره رو بگیرید، یعنی هویه، هویه که پنهان است در داخلی، میتونه به عنوان صاحب حال باشه. البته اگر یک موقع یا نه طالب هم گرفتید ایرادی برش نیز، این اشکالی نداره، اما صاحب حال بهتر است به حال نزدیکتر باشد. درست شد؟ بله. تنگ
ارشیا گفته که حال همیشه نکره است. بله، آنچه که شما میخواید یاد بگیرید حال مبناش بر نکره بودنه، به صورت معرفه نمیاد برای شما. اما یک مقدار که دانشتون بالاتر بره در سیستم های دانشگاهی متخصصی ادبیات عرب مطالب خیلی زیاده، استثناءات فراوان میاد، اما برای شما همینو بدونید کافیه. خب نکته، منظور از حالت یا هیئت فاعلی یا مفعولی چیه؟ گاهی وقتا سوال میکنن، یه چیز میاد میگه آقا که تو این جمله حالت فاعلی تو بگو، هیئت فاعلی تو بگو، هیئت مفعولی تو بگو، حالت مفعولی تو بگو. منظورش چیه؟ منظورش نقش صاحب حال در جمله هست. نقش صاحب حال در جمله هستش. پس وقتی میاد میگه که در این عبارت حالتون چه حالتی داره، چه هیئتی داره، یعنی صاحب حالتون چه نقشی داره، صاحب حالتون چه نقشی داره. مثلا این مثال رو ببین، رأیت الرجل قد صاح. الان قد صاح جمله حالیته، بعد میگه هیئت حالت یا حالت حالت چگونه است، یعنی صاحب حالت چه نقشی داره. خب به نظر شما در رأیت الرجل، رجل الان چه نقشی داره تو این عبارت؟ رجله میگه دیدم چه کسی را، مرد را، جایگاه مفعولی پیدا کرد. پس هیئت و حالت این حالتون حالت مفعولی هست در این عبارت. تو عبارت دیگه میتونه حالت فاعلی باشه. پس مراد از حالت یا هیئت فاعلی و مفعولی یعنی نقش صاحب حال در جمله. آیا نقش صاحب حال در جمله فاعل است؟ آیا نقش صاحب حال در جمله مفعول است؟ یا چیز دیگری؟ مرادش این هست. اگر سوالی به این شکل داشتید. اما به نظر به آخرین مطلب یا موضوع مهم رسیدیم، جمله‌ای که بعد از اسم معرفه، جمله‌ای که بعد از اسم معرفه بیاید، جمله‌ای که بعد از معرفه بیاد بهش جمله حالیه میگن. جمله حالیه، جمله بعد از اسم معرفتون جمله حالی است. یادتون هست بچه ها دو عربی 11 خوندید جمله‌ای که بعد از اسم نکره بیاد بهش جمله چی میگفتن بچه ها؟ جمله‌ای که بعد از اسم نکره بیاد کی یادش هست؟ جمله‌ای که بعد از اسم نکره بیاد، آفرین، جمله وصفیه است. حالا جمله‌ای که بعد از اسم معرفه بیاد بهش جمله چی میگن؟ جمله حالیه میگن. همون سه فرمولی که در جمله وصفیه داشتید تو جمله حالیه هم دارید. این سه فرمول چیه؟ فرمول اول، ماضی به علاوه ماضی، ماضی به علاوه ماضی، مساوی با ماضی ساده یا بعید. اگر این الان اسم معرفتونه یعنی صاحب حال، اگر قبل از اسم معرفتون فعل ماضی بیاد، فعل ماضی قبل از اسم، بعد از اسم معرفتون هم فعل ماضی بیاد، بعد از اسم معرفه هم فعل ماضی بیاد، خب این فعل دومتون به چه شکل میتواند ترجمه بشه؟ به صورت ماضی ساده یا بعید. مثالش ببین، مرد را دیدم که فریاد زد، مرد را دیدم که فریاد زده بود، فریاد زده بود، به صورت ماضی ساده و ماضی بعید ترجمه خواهد شد. این فرمول اول. فرمول دوم، ماضی به علاوه مضارع، ماضی به علاوه مضارع، اینجا چگونه ترجمه خواهد شد؟ ماضی استمراری، به صورت ماضی استمراری. یعنی چی؟ باز اسم معرفمون رجله، قبل از اسم معرفه فعل ماضی اومده رأیتو، بعد از اسم معرفه فعل مضارع اومده یسیحو. خب حالا این فعل دوممون رو، به فعل اول کاری نداریم، فعل دوممون رو چگونه ترجمه کنیم؟ میگه به صورت ماضی استمراری، به صورت ماضی استمراری. خب مرد را دیدم که فریاد میزد، فریاد میزد، ببینید به صورت ماضی استمراری ترجمه شد. و فرمول سوم، ماضی به مضارع به علاوه مضارع، مضارع به علاوه مضارع، اگر مضارع با مضارع اومد به صورت مضارع اخباری یا التزامی میتوانید ترجمه بکنید. مثالشو ببین، باز الرجلمون که صاحب حاله چون معرفه است، قبل از الرجل ارا اومده، ارا فعل مضارع است، یرا، ترا، ارا، نرا فعل مضارع است، یسیحو هم فعل مضارع است.
خب این فعل دوممون رو چگونه می توانیم ترجمه بکنیم؟ گفته می توانی به صورت ماضی، به صورت مضارع اخباری یا التزامی ترجمه کنی. ارا الرجل یصیح، مرد را می بینم که فریاد می زند. فریاد می زند به صورت مضارع اخباری ترجمه شد. پس یک بار دیگه، ماضی ساده یا بعید یعنی چی؟ یعنی قبل از اسم معرفت ماضی باشه، بعد از اسم معرفت هم ماضی باشه. فعل دومت یعنی آنچه که بعد از اسم معرفه آمده به صورت ماضی ساده یا بعید. مثال دوم، مورد دوم، ماضی به علاوه مضارع مساوی است با ماضی استمراری، یعنی قبل از اسم معرفت ماضی باشه، بعد از اسم معرفت مضارع باشه. فعل دومت به صورت ماضی استمراری ترجمه میکنی. مضارع فعل دومت به صورت مضارع اخباری یا التزامی ترجمه خواهد شد. اینم از فرمول اصلی ما در بخش جمله حالیه. خب دیگه مطالب و نکاتی که مربوط به حال بود رو به پایان رسوندیم. این تعریف حال یک مرور دیگه داشته باشیم بچه ها، برای اونا که دیرتر اومدن. حال دو نوع داریم، یه حال مفرد داریم، یه حال جمله‌ای داریم. حال مفرد ویژگیش چیه؟ باید مشتق باشه. گفتیم منظور از مشتق چیه؟ یا بیشتر ساختار فاعلی دارد یا بیشتر ساختار مفعولی دارد، و منصوب باشه و نکره باشه. این برای حال مفرد. صاحب حالم که به صورت معرفه میاد. اما حال جمله چی؟ حال جمله به جمله میگن که بعد از اسم معرفه بیاد. حال اون جمله یا جمله اسمیه است که نیاز به واو حالیه داره، و واو حالیه بیشتر بعدش ضمیر میاد، اون ضمیر با کلمه بعدش میشه جمله حالیه. یا به صورت فعلیه است، اگر جمله حالیتون به صورت فعلی آمد دیگه واو نمیتواند بی واسطه قبلش بیاد و بگیم واو حالیه. جمله حالیه از نوع فعلیه هرگز قبلش واو حالیه نخواهد داشت، مگر اینکه بینشون یک واسطه‌ای بیاد قرار بگیره، مثلا قدی بیاد یا نشانه دیگری بیاد بین واو و فعل، اون وقت میتونید واو حالیه رو بیارید. و گفتیم که حال با صاحب حالش باید در نوع و عدد مطابقت داشته باشن. نوع یعنی جنسش، عدد یعنی تعدادش. و توی جمله ها به راحتی می توانید دو تا کلمه که در نوع و عدد در هم با هم مطابقت دارن، اون اولی رو صاحب حال بگیرید، دومی هم ویژگی حال رو اگر داشت به عنوان حال در نظر گرفته بشود. مراد از هیئت یا حالت فاعلی و مفعولی چیه؟ یعنی نقش صاحب حال تو جمله چی هستش؟ اون رو باید مشخص بکنی. و در نهایت هم گفتیم جمله‌ای که بعد از اسم معرفه بیاد بهش جمله حالیه میگن. به سه تا شکل هم تو ترجمه بیان میشه: ماضی ساده یا بعید، ماضی مضارع، ماضی استمراری، مضارع مضارع، مضارع اخباری یا التزامی. این مطالب کلی که در ارتباط با حال مطرح شد. خب بچه ها آماده باشید برای اینکه کمک کنید به من برای آزمون درس دوم، که چیزی شبیه آزمون درس اول هست و تشریح. بریم برای اولی. گفته است که کلمه سعی، از سعی ترجمه چی میشه؟ خب بگید به من سعی چی میشه ترجمهش بچه ها؟ دویدن یا تلاش؟ دویدن که استعاره است در درونش دیگه، سعی یعنی همون تلاش کردن، تلاش کردن، یا حالا به اصطلاح درون اون یعنی دویدن، استمرار پیگیری کردن. خب قمه چیه معناش بچه ها؟ قله، بله قله، تپه، قله، بلندی. خیلی خب این هم هست. بریم برای سوال دوم. گفته که تعیین کنید متضاد و مترادف رو برای این دوتا کلمه که اومده. این دوتا کلمه یکی توفقوی مترادفشو میخواد، یکی سعبت هست که متضادشو میخواد. بگید برای من که توفقو مترادفش کدوم میتونه باشه؟ آفرین، تنجهو. اینه. و صعبت متضادش، صعبت یعنی سخت، بله سهله،
قالبش رو هم پذیرفته دیگه، سهله. این هم میتونه برای اون متضاد باشه. بریم برای شماره 3. تعیین کنید کلمه غریبه رو تو این مجموعه. کلمه غریبه رو: جرارات، سیارات، حافلات، عمال. کدوم یکی از اینا غریبه است؟ بله، عمال. عمال، آفرین. عمال یعنی کارگران. و عرض حضور شما که اینطوری. اما این سه مورد دیگه مربوط به وسایل نقلیه میشه. جرارات یعنی تراکتورها، سیارات یعنی ماشینها، حافلات هم یعنی اتوبوسها. اتوبوسها اینا همه وسیله نقلیه هستن. این سه مورد وسیله نقلیه هستش. خب بریم برای شماره 4. بنویس مفرد این کلمه رو. خیام. خیام بچه ها مفرد چی؟ آفرین آفرین آفرین، باریکالله. خیمه. خیمه این میشه خیام، خیمه ها. خب اینم از این، چیزی جا نگذاشیم اینجا. بریم برای مورد بعدی. ترجمه این عبارات هست: نظر عارف الی والدیه. نگاه کرد عارف به پدر و مادرش. و این قسمت رو خوب دقت کنین بچه ها: و رعا دموعها تتساقطو. تتساقطو اینجا این ماضیه، این مضارع است. فرمول دوم اومد. اگه گفتیم قبلش ماضی بعدش مضارع بود، به صورت ماضیه این دوتا وقتی میان با هم به صورت ماضی استمراری فعل دومتون ترجمه میشه، ماضی استمراری. و دید که اشکهای آنها، یا دید و دید اشکهای آنها که میریخت از دیدگانشان، از چشمانشان. میریخت، فرو میغلطید. میریخت به صورت ماضی استمراری ترجمه شد. و به کل مسلمین حین یرا هذا المشهد یشتاق الیها. هر مسلمانی هنگامی که این صحنه را میبیند به آن اشتیاق پیدا میکند، مشتاق میشود. الغار یقع فوق جبل مرتفع. غار واقع شده، واقع است یا قرار دارد بالای کوه بلندی. لا یستطیع صعوده. این الا هست دیگه بچه‌ها، اینو درستش بکنید. الا و نمیتوانن صعود کنن از آن مگر کی؟ مگر افراد نیرومند. بله. و مورد 4 و مورد داد: رأیت الفلاح و هو یجمع المحصول. کشاورز را دیدم در حالی که محصول را جمع میکرد. باز بچه ها دقت کنید، قبل از اسم معرفه فعل ماضی، بعد از اون فعل مضارع اومده. بنابراین اینجا این ماضیه، اینم مضارع است. به چه شکل باید معنا بشود؟ ماضی استمراری. ماضی استمراری فعل دوممون. کشاورز را دیدم در حالی که محصول را جمع می کرد. در حالی که محصول را جمع می کرد. اینم از این. و الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکا و هم راکعون. کسانی که نماز را اقامه می کنند و زکات را می دهند در حالی که در رکوع هستند. خب و ما انتخاب کنیم ترجمه صحیح رو: و استعینوا بالصبر. و استعینوا، خب تکلیف این فعل رو مشخص بکنیم. این فعل امره، فعل امر هست. باید ببینیم کدام یک از این دو گزینه امری معنا شده. بگید بچه آفرین. الف: از بردواری و نماز دوری، یاری بجویید. یاری بجویید. مورد دوم: لا تهنو لا تحزنو. این فعل ها فعل های نهی هستند. این دوتا نهیان. نون مضارع رو حذف کرده. الف رو انتخاب کنیم یا برو؟ الف میگه
سست نمی شوید و نباید ناراحت شوید حال اینکه شما برتر هستید. اما به سست نشوید، غمگین نباشید در حالی که شما برترید. پس بنابراین مورد به انتخاب می شود. و اما شماره 7 کامل کنید جای خالی رو در ترجمه فارسی. خب ببینیم که چی رو ترجمه نکرده. خب دانش آموز در انجام تکالیفش، دانش آموز در انجام تکالیفش، خب تلاش می کندم آورده، اینم تلاش می کند آورده شده. کدام کلمه آورده نشده راضیه؟ این رو ما باید در جای خالی قرار بدیم. چی بگیم بچه ها؟ چی بگیم؟ دانش آموز در انجام تکالیفش بگید راضی حاله. چی می نویسید بچه ها؟ برای این جای خالی بگید بچه ها. چی بگیم برای این جای خالی؟ این راضیه با ترجمهش بیاد اینجا. حالم هست. ای وای. دانش آموز در انجام تکالیفش در حالی که راضی است یا در حالی که خوشنود است تلاش می کند. در حالی که خوشنود است، راضی است، تلاش می کند. این راضیه رو ترجمه نکرد اونجا آورد. اما بعدی اللاعبون ایرانیون، بازیکنان ایرانی، اینو که آورده. رجعو، برگشتن، برگشتن از مسابقه، اینم آورده. کلمه ای که نیاورده تو ترجمه اینه، این کلمه رو بیان نکرده که این کلمه باید در جای خالی قرار بگیره. چی بگیم بچه ها؟ آفرین، آفرین. بازیکنان ایرانی از مسابقه در حالی که خندان بودند برگشتند. در حالی که خندان بودند. اینم از این برای جای خالی. اما بریم برای شماره 8. تعیین کنید کلمه مناسب رو برای جای خالی. کدام یک از این سه مورد برای جای خالی مناسب است؟ مکان توقف ماشین ها و اتوبوس ها. کدوم بچه ها از این سه مورد موقف، معطل، مرجع کدوم رو انتخاب کنیم؟ بله موقف کاملا درسته، اینو انتخابش میکنیم. مکان توقف ماشین ها و اتوبوس ها ایستگاه هستش. معطل که به معنی خراب شده هستش، مرجع هم که معنای دیگری داره که اصلا مرتبط نیست به اینجا. خب بنت صغیره گفته که دختر کوچکم. خب دختر کوچکم رو بله بنیتی اینو انتخاب میکنیم. بنی فعیل، بچه ها دقت کنید، فعیل کلمه ای رو که بر قالب فعیل میبریم کوچیکش میکنیم دیگه. مثلا مرد، رجل، رجل، مردک، طفل، توفیل، تفلک. حالا اینجا هم کوچکش داریم میکنیم. بنیتی، خود بنیتی یعنی دختر کوچکم، دختر کوچکم، کوچکش میکنیم. مصغر، حسن، حسین، خمین، اینا همه مصغرن، کوچک شدن. خب اینم از این. و اما شماره 9 ترجمه کنم چرا که زیرش خط کشیده شده. در اولی این تکاتبو، خب اینجا معناشو گفته تکاتبه یعنی نامنگاری کرد. حالا اینجا چی بگیم بچه ها؟ الاستقاء تکاتبو. چی بگیم بچه ها تکاتبو رو؟ با توجه به اینکه اینجا ترجمهشم براتون گفته. آها آفرین، نامنگاری کردند، نامنگاری کردند. این از این. بریم برای دومی. قد ذکرنا، ذکرنا الله، یاد کرد. خب حالا چی بگیم جان بچه ها؟ قد ذکرنا الله، منتظریم. قد ذکرنا، ذکر کرده ایم ما، یاد کرده ایم ما خداوند را، یاد کرده ایم ما، یاد کرده ایم
ما خداوند را هنگام مشکلات، هنگام سختی ها. اینم از این. درست شد؟ قد با ماضی، ماضی نقلی میشه. و اما مورد بعدی، کان یعامل و عامل، یعامل و معامله، یعنی رفتار کردن. چی بگه اینجا؟ این معناشو چی بگیم؟ کانه با مضارع اومده، یعنی ماضی استمراری با ترجمه بشه. ماضی استمراری چی بگیم حالا بچه ها؟ آها، آفرین. دانش آموز با همکلاسیش به خوبی رفتار میکرد، به خوبی رفتار میکرد، رفتار میکرد به خوبی. بسیار خوب، آفرین. خب بریم برای مورد بعدی. تشخیص بده حال رو توی این جمله با ویژگی‌هایی که گفتیم. توی این جمله ببینید که کدام کلمه میتواند حال باشه. به من نشان بدید حال. حال مفرد گفتیم اغلب مشتق هست، یعنی قالب فاعلی یا مفعولی داره، منصوب هست، نکره هستش. به من بگید توی این جمله شاهد سید مسلمی جماعتا من المسافرین واقفین امام مسجد القریه. آفرین. واقف، واقف بر وزن فاعل، واقفین جمع هستش که به عنوان حال در نظر گرفته میشه. به رو چی بچه ها؟ به طالبا مشاهده میکنیم دانش آموزی را. طالبا که مفعول شد. علال کرسی، چرا اون؟ این همه من اشاره کردم بهش. بچه ها نگاه کنید، گفتیم که واو حالیه، واو حالیه بهترین نشانش چیه برای شما که نظام جدیدید؟ بعدش ضمیر میاد، اون ضمیر با کلمه بعدش میشه جمله حالیه. جمله حالیه هو جالسو، هو جالسون، اون میشه حالتون یا جمله حالیتون. واو آورده دیگه. گفتیم از این بعد دقت کنید، بعد از واو حالیه اگه ضمیر اومد، اون ضمیر با کلمه بعدش میشه جمله حالیه. خیلی راحت مشخص شد. بریم برای شماره 11. تعیین کنید نوع کلماتی که زیرشون خط کشیده شده، یعنی اسم فاعل بودن، اسم مفعول بودن، اسم مبالغت. صادق بر وزن فاعل چی بگیریم بچه ها؟ آفرین، آفرین، چقدر سریع جواب میدین بچه ها. این میشه اسم فاعل، اسم فاعل. خب صبار بر وزن فعال چی بگیریم بچه ها؟ بله، اسم مبالغت، اسم مبالغه. اسم مبالغت که میدونید دوتا وزن معروفش اینا هست دیگه، فعال و فعالت، فعالت، اینا دوتا وزن معروفش هست. خب محترم رو چی میگیریم بچه ها؟ آفرین. نگاه کنید، موی مشهدی داره و قبل آخرش این و فرش هم ا داره. این هم میشه اسم مفعول، این هم میشود اسم مفعول. این هم از این مورد. اما شما مورد ب تعیین کنید محل اعرابی رو. محل اعرابی یعنی نقشش، نقش کلمه ضعیفن، ضعیف. آفریده شد انسان ضعیف. به نظر شما ضعیف چی میتونه باشه بچه ها؟ ضعیف حال. آفرین ارشیا، آفرین دوستای دیگر. حال، حال اینجا من منتظر بودم که این ضعیف بیاد تا بهتون یه چیزی رو بگم. خب من چی گفتم بچه ها؟ گفتم اینجا یه توجه میدیم، بذار با یه رنگ دیگه. توجه، توجه، این خیلی مهمه بچه ها. حال بیشتر ساختار اسم فاعل یا اسم مفعول را دارد، اما گاهی می تواند بر این
وزنها هم بیاید. گاهی میتواند در این وزنها هم بیاد. خب این وزنها چیا هستن؟ فعیل، فعیل، فعول، فعل، فعل. اینا وزنهایی هستن که اگر اومدن اینا هم میتونن، اگر بعد اسم معرفه اومدن اینا هم میتونن حال باشن. حالا اون چیزی که قدیم میگفتن که من گفتم مشتق ها شامل صفت مشبه میشه، صفت مشبه این وزنا رو داره، منتها چون واجهش نیومده شما فقط به این توجه بکنید. پس حال بیشتر ساختار اسم فاعلی و اسم مفعولی رو داره، یعنی بر قالب اسم فاعل و اسم مفعول در مجرد و مزید میاد، اما گاهی هم میتونه از این وزنا بیاد، بر وزن فعیل، فعول، فعل، فعل، فعیل، فعول، فعل، فعل. اینا هم میتونن وزنایی برای حال باشن. حالا اینجا کدوم وزنش اومده؟ ضعیف. ضعیف بر وزن چیه بچه ها؟ فعیل هستش. پس بنابراین حال آفریده شد انسان بعد از اسم معرفه هم اومده میشه حال. این وزنا هم بهش دقت کنین بچه ها. مثلا در کتاب درسیتون اومده فرهن، فرهن، فره، فره بر وزن فعیل، اون حاله. فعول، شکور، فعل، حسن، اینا میتونن بعد از معرفه اومدن به عنوان حال در نظر بگیرن. اینم وزنهای دیگری که متاسفانه کتاب شما به اونا نپرداخته، یعنی توضیح نداده، اما مثالهایی که میاره در این قالب ها هست و شما تعجب میکنین میگید اینا چی هن دیگه، اینا پس حال هستند. اینم پس بهش دقت بشه بچه های، توجه مهمی هستش، توجه مهم. این میتواند به عنوان یک موضوع مهم مطرح باشه. خب بریم ببینیم دیگه چی داریم. شماره 12 تعیین کنید سعی رو بر اساس حقیقت و واقعیت. جراده سیارتون نستخدمها لحمل المسافر بین المدن. میگه که تراکتور یک ماشینی است که به کار میبریم اون رو برای حمل مسافر بین شهرها. از تراکتور که برای حمل مسافر استفاده نمیکنن. پس بنابراین این چیه بچه ها؟ خطا هستش. اما دوم، نمیتوانن بعضی از حجاج صعود کنن بالا برن از کوه نور بجز نیرومندهای اونها، قویای اونها، که اینم صحیح هستش، اینم انتخاب شد. و اما شماره 13، بخونین متن رو سپس جواب بده به سوالات. نشستن اعضای خانواده در مقابل تلویزیون در حالی که مشاهده میکردن حجاج رو در فرودگاه. مادر گفت من بیاد میآورم کوه نور را که پیامبر عبادت میکرد در غار حرا که واقع شده در بلندی آن. جبل نور میباشد یک کوه بلند مرتفع. حالا سال اول، کجا نشستن اعضای خانواده؟ توی آزمون قبلی هم اشاره کردم بچه ها که پاسخ رو کامل بدید، یعنی از اینجا عینه رو علامت سال بردارید به این شکل. مخصوصا در امتحان نهایی پاسخ کامل میخوام بچه ها. جلسه اعضاء الاسره، این بخشی که از خود سوال میگیرید. حالا میرید بالا ببینید چی میگه. اینجا دیگه امام تلفاز، اینم از این مورد که اومد. و دومی کوه نور چگونه میباشد؟ اینجا گفته دیگه، اینم پاسخشه. جبل نور یکونو جبلن مرتفعن، اینم از این مورد پاسخ کامل داده بشه بچه ها برای این سوالات. خب بریم بر این دیگه، تمام شد ظاهرا. آره دیگه، آخرین سوالمون این بود. اینم از درس دوم. درس دوم هم پس گفته شد قواعدش. یه نمونه امتحانم گرفتیم ازتون رو بررسی کردیم. اینم از درس دوم و درس اولم که گفتیم.